Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. با سلام، برنامه دیگر از زیر آسمان پاریس با ویان ساولی نقاشی، با شروین دلایلی عکاسی و با اورنگ قلیخانی شعر. در هر مورد این سه گزارش توضیحات رو خدمتون خواهم گفت، اما در ابتدا از شما دعوت میکنم به گالری گس سری زده باشیم تا با کار و افکار نقاش ویان ساولی آشنا بشوید. ما اینه که نگاه های جدید رو نشون بدیم و طبیعتاً رو چندین گالری که داریم همیشه سعی میکنم یک تفاوتی باشه تو سری هنرمندایی که ارائه میدم. کارهای ویان خب کار جالبیه به خاطر اینکه از نگاه من یک آزادی رو نشون میده در چارچوب اون نگاه هنرمند و اینکه در حال ما تو در کل سال رو 45 تا هنرمندی که داریم در 3-4 هنرمند جدید و تازه رو نشون میدیم و سعی میکنیم با اینا به صورت کامل کار کنیم و کارشون رو در فرانسه و کشور دیگه رو بیتیم. برحال با تشکر از شما، اولین پرسشی که دلم میخواست با شما مطرح بکنم، چند سال کار نقاشی میکنید، چرا این سبک و اصولا راه آمدتون تا به امروز چگونه بود؟ از 2 سالگی نقاشی میکنم به طور حرفه‌ای 17-18 سالگی. بعد یه مدت خیلی درازی کار کردم، بازار کار بودم، نقاشی رو یه ذره گذاشتم کنار. الان 2-3 سال دوباره برگشتم و این بار دیگه خیلی جدیتر قلم رو گرفتم دستم
و این خانمایی که میبینین همیشه بودن، منظور همین تابلو بله، همیشه این پرسوناژا با من بودن، من چشامو که میبندم اینا رو میبینم، مثل اینکه از یه دنیای متفاوت میان که شاید از دنیایی که من توی ذهنم یه جورایی اون ته ته دارم خیلی دور نیست. ذهن ممنوعه، ذهن ممنوع بستگی داره از چه فرهنگی. به نظر من هیچ چیز این ممنوع نیست. این یک سن، یک مهمونیه، میتونه هر کشوری باشه. اسم این تابلو هست کدهای اجتماعی. مهمونی ها وقتی آدم میره توی مهمونی توی هر کشوری، تو ایران و تو فرانسه، وقتی مردم نشستن و وقتی یه صورت جدید وارد میشه، همه برمیگردن نگاه میکنن این کیه، اسمش چیه. و ما اینجا یه سنه داریم میبینیم چند نفر نشستن در کمال آرامش، در کلام نه، در کمال الگانس و وقار مهمونی که به خودشون گرفتن و صورت ها به اون وره، چون یکی اومده تو. حالا نمیدونیم این چه افکتی روی، چه تأثیری گذاشته روی این مهمونا. این مهمون جدید زن مرد، شلخته است، مرتب، معروفه، معروف نیست که، و حتی موزیسین هم داره اونورا نگاه میکنه. و این برمیگرده به یه چیزی که من بهش میگم کدهای اجتماعی، و همه کتاب هایی که ادبیات کدهای اجتماعی فرانسه که وقتی میخوای یه چیزی مطمئن نیستی برمیگردی توی کتاب میخونی، مثلا من لیوانمو کجا بذارم، چنگالمو کجا بذارم، یا مثلا کدهای بیشتر وقتی که صحبت میکنه چطوری جوابش رو بدی و فرمول های مختلف معرفی شد، این اونو چیز میکنه. یه سنی از مهمونی، الگانس و یه چیز خیلی پریده نرمال طبیعی، و من هیچ گونه سانسور یا چیز آزادی رو در این نمیبینم. خانم صابولی، وقتی من تابلوهای شما رو میبینم، اولین چیزی که به خودم میگم این است که ظاهر تابلوهای شما برهنگی داره، ولی به نظر من معنای تابلوهای شما برهنگی نیست. درست فهمیدم؟ بله. و براوو، کمن کسایی که اینو متوجه میشن. خیلی نگاه اول میگن این زنایی که تو میکشی خیلی سکسی هن، انگار که من میخوام برهنگی و زنانگی رو به رخ بیننده ها بکشم. در اصل پشت این زنا که لباسای آزاد پوشیدن، یک کاراکتر خیلی محکم هست. یه جورایی مهم نیست واسه شون، خیلی دیتچدن به انگلیسی اگه بخوایم بگیم. و اینجا سن، اگه بتونم بگم، خیلی جزئیات تو تابلوهاتون هست، یعنی واقعا باید موشه کافی کرد برای این تابلوی که دلم میخواست توضیح بدی، یا این چمدان ها حکایت این تابلوی شما، هر تابلوی شما یک کتابه. این یک اتاقه. بله، اتاق قرمزه. شاید روسپی ها تو این اتاق کسب درآمد میکنند و الان منتظرن و دارن وقتشون رو میکشن یه جوری، که کتاب میخونن و روزنامه میخونن. اشیای اتاق حالت وینتج داره، ساله 60-70، و اسم این تابلو هست 1979 یا 57 خودمون، سالی که من به دنیا اومدم. شما شنیدم 22 بهمن 57 من به دنیا اومدم، همون روز انقلاب خودمون. خوش آمدید به این دنیا. خیلی ممنون. و متوجه شدم که اون سال چه سال پرتلاطمی بوده، نه تنها برای ایران بلکه برای همه دنیا. و من توی این روزنامه که یکی از این خانم‌ها داره می‌خونه، روزنامه تایمز، همه هدلاین‌های اون سال جمع کردم. دو تا آلمانی که از هم جدا بودن، کارتر در مقابل جنگ سوویتیک، تاچر نخست وزیر انگلیس، افغانستان اشغال توسط شوروی زمان، آفرین، تاریختون خیلی خوبه. کارتر المپیک اون سال توی مسکو بایکوت کرد. نفت بشکه 24 دلار بود. راکفلر اون سال مرد. مایکل جکسون آلبوم آف دا وال داد بیرون. و صدام حسین اون سال رئیس جمهور وایس پرزیدنت بود و رئیس جمهور شد، نخست وزیر بود و رئیس جمهور شد. مصر، همه اینها در سال تولد شما. بله،
مصر و اسرائیل توافق صلح رو امضا کردن اون سال. اولین واکمن اومد بیرون، سونی داد بیرون، $200 قیمتش بود. اولین سنوبورد اختراع شد. خلاصه برای این خانوم ها این موضوعات مهم بود؟ نه، چیزی که جالبه اینه که من بعدا خوندم که این تایمز، این خانم داره میخونه این روزنامه رو، اون سال استثنان تایمز کلن منتشر نشد تمام مدت یک سال، و اونم یه هدلاین به خصوصی بوده واسه خودش که اینم انجام دادم قرارم توی روزنامه تایمز. این خانم ها بله ممکنه، چرا که نه، اینا توی کلیشه چیز نیستن، حالا هر جوری لباس بپوشن و یا هر کاری بکنن میتونن روزنامه تایمز رو بخونن، یا میتونن منیفست کارل مارکس رو بخونن، یا کتاب ماو رو بخونن، یا اینکه اطلس شراکت این رد رو بخونن. من میخوام کلیشه ها رو بشکنم. به قول شما میگین اینا برهنگیشون شخصیتشون نیست. شاید برهنگی بیان دارید اما برهنگی تصویر دارید. باید برای بینندگان گفته باشم که شما سالها در کار بورس بودید، جدا از کار نقاشی که حالا حرفتونه، حرفه خیلی مهم و معتبری هم داشتید. چه شد که از اون حرفه به این حرفه رسیدید؟ من فکر نمی‌کنم حرفه‌مو عوض کردم. من فکر می‌کنم شما تو کار بورس بودید؟ بله، ولی من فکر نمی‌کنم، من فکر می‌کنم تو همون ادامه دادم و به یه جایی رسیدم که میتونم از رویام زندگی کنم. یعنی که به جایی که یه کاری رو انجام بدم چون تو شغلمه، خواستم رویامو شغلم کنم. و اینو شاید بعد وارد بورس میشدم، اون کار خیلی سخت مردونه رو انجام میدادم تا اینکه به خودم این اجازه رو بدم که خب حالا میتونی برگردی توی دنیای زرانگی و خلق کنی. و اما بعد از نقاشی اینک عکاسی. شرمین دلایلی مهندس کمیونیکاسیون، ساکن نیویورک، گهگاه حاضر در پاریس، جدا و به موازات کار حرفه خودش علاقه شایسته‌ای به کار عکاسی داره. در یکی از نمایشگاه‌های معتبر که با اون هم آشنا خواهید شد، آخرین کارهای خودش رو به نمایش گذاشته. عکس‌هایی است از پاریس و نیویورک و جزئیات بیشتر در همین گزارش. وقتی اتوبوس خط 58 در محله اودئون پاریس از کوچه‌های تنگ و باریک این محله عبور می‌کند، مسافران در فکر و خیالشان هستند. اما گالری ژول ژاکن سال‌هاست که نمایشگاه فکر و خیال هنرمندان بسیاری است، از جمله و این بار عکس های شروین دلایلی با نام لحظه. اگر کوچه سر و صدای عبور و مرور دارد، در داخل نمایشگاه سکوت مجال دیدن را به شما هدیه می کند. هر عکس قصه ای دارد و در کنار هم بودنشان نیز قصه ای دیگر. عکس ها نجابت پنهان دارد، آنچنان که پیش و سپس این لحظه در همان لحظه عکس دیده می شود. عکس ها در پاریس و نیویورک گرفته شده که دو شهر و دو فرهنگ است، اما یک عکاس، شروین دلایلی. رنگ و یا سیاه و سفید رنگ، رنگ عکس ها نیست، بیان هم نیست، شما میبینید و شما میدانید. خانم سابین مدیر گالری خواهد گفت که چرا او عکس های شروین دلایلی را در این نمایشگاه معتبر به نمایش گذاشته است. Bienvenue à la galerie Anne Jules Jacquin. Il faut savoir qu'ici nous sommes dans la galerie de Jules Jacquin. به نمایشگاه ژول ژاکن خوش آمدید. در اینجا گالری ژول ژاکن و کارگردانی که هنرش جهانی است و از جمله در کار عکاسی زنان زیبارویی را از دهه‌های 60 تا 90 عکاسی کرده، مانند جین فوندا تا بریجیت باردو. امروز از شروین دعوت کردیم که میدانید یک عکاس ایرانی است که عکس های لحظاتش را ببینیم. چرا لحظه و لحظات؟ چون که در یک لحظه عکس را میگیریم، احساس میکنیم باید بگیریم و در همین لحظه بیان که از مردم بخواهیم تا آماده بشوند، در حس لحظه تصمیم گرفته و عکس میگیریم. چرا؟ چون که نگاهی داریم، حسی را باور داریم، چون که موضوع ما را جذب کرده، پس مصمم می شویم که این عکس را بگیریم. اما جاذبه
شگفتی و ترفند آن چیزی است که به شکل عکس مشاهده می‌کنیم. اغلب عکس آن نیست که می‌خواستیم، همانی را که در همان لحظه فکر کرده بودیم، و گاه معجزه‌وار و سورپریز عکس خوب است. با شروین هر عکس یک سورپریز و عالی است. Quelques lueurs d'aéroport, l'étrange fille aux cheveux d'or, dans ma mémoire traîne encore. C'est l'hiver à San Francisco, mais il ne tombe jamais d'eau aux confins du Colorado. Et le Golden Gate s'endort sur Alcatraz, traîne encore des sanglots couleur de prison. Monsieur Caryl Chessman est mort, mais le doute subsiste encore. Avait-il raison ou bien tort? So far away from LA, so far ago from Frisco, I'm no one but a shadow, but a shadow, a shadow. Le Queen Mary est un hôtel au large du Beverly Hills, et les collines se souviennent des fastes de la dynastie. De Garbo jusqu'à Bogie faisait résonner ses folies. So far away from LA, so far ago from Frisco, I'm no one but a shadow, but a shadow, a shadow. راستش به عنوان ایرانی فکر میکنم که پاریس و نیویورک دو تا شهر کاملا متفاوتی هستن. پاریس در واقع شهر ظرافت که در پاریس هست و معماری و اون ظرافت فرهنگی که در پاریس هست خیلی تکه، و اون انرژی و جنبشی که در شهر نیویورک هست اونم واقعا خیلی تکه، و به نظر من همین فرقشون در این زمینه است. یعنی نیویورک شهر بسیار پر انرژی و دینامیکی هست و پاریس شهر پر فرهنگ و ظریف و تاریخداری هست. چرا خواستید این دوتا رو مقایسه کنید؟ راستش اتفاقا نخواستم اینا رو مقایسه کنم، و همینجور فکر میکنم که همون ظرافتی که در پاریس پیدا میشه همینجور هم میشه اون ظرافت رو تو یک صحنه های مخصوصی در نیویورک هم دید. و درسته که این عکس‌ها اسمای متفاوتی داره، اسمای پاریس رو داره یا نیویورک داره، ولی بعضی وقتا وقتی که از دوستام یا افراد میپرسم فکر میکنین شما این عکس کجا گرفته شده، اشتباه میکنن، فکر میکنن که در پاریس گرفته شده، حالی که در نیویورک گرفته شده. میبینین بنابراین کاملا هم مشخص نیست که آیا در پاریس گرفته شده یا در نیویورک گرفته شده. اگر ملیت یا فرهنگ عکاس رو غایب عکس‌های شما بدونیم شاید یک کمی کنجکاوی زیاد از حد باشه. اگر از شما بپرسم
عکس و عکاس رو معنی کنیم؟ عکس و عکاس اتفاقا همین به نظر من ملیت و اینا بیشتر حالت بسته کننده داره و اگر عکاسی یک اکسپرسیون در واقع هنر هست، هنر به نظر من نباید هیچ جور اون بسته کنندگی رو چیز ابراز کنه به نظر من. شما حد اکثر و بیشتر سالهای عمرتون رو خارج از ایران زندگی کردید، هیچ وقت فکر کردید که برید ایران و اونجا عکاسی کنید؟ البته همین چند سال پیش که اونجا بودم عکاسی هم کردم، برای اینکه به خیلی جای مختلف ایران رفتم و از معماری عکاسی کردم و از منظره های زیبای ایران عکاسی کردم و بسیار لذت بخش بود. کتاب شما رو در ابتدای این گزارش دیدیم که با عجله برق زدید، یک کمی راجع به این کتاب بگید. راستش این کتاب انجمن بین المللی عکاسی پاری فوتو که انجمن معتبر هست در این زمینه عکاسی، این منو انتخاب کرد جزء یه سری آرتیست های دیگه برای چاپ کردن یک کتاب از بعضی از عکس‌های من. و این در واقع این کتاب همین خیلی از عکس‌های پاریس و نیویورک منو توش هست و خیلی خوشحال شدم که پاریس فوتو این کتاب منو چاپ کرد. شیرین، طبیعتاً هر یک از عکس‌های شما دلیلی برای انجامش هست، خاطره‌ای در ذهن شما هست. آیا مثل یک نقاش میتونید انتخابی برای بعضی از کاراتون بیشتر دوستشون داشته باشید یا برعکس نخواهید به نمایش بگذارید؟ راستش این ببینم برمیگرده به این علاقه و اون چیزایی که جلب توجه من هست. و راستش صحنه های شهری و مناظر شهری و اون افرادی که در اون زمان تو این صحنه هستن در واقع جلب توجه من هستن و واقعا هیچ چیز دیگه یعنی اون اهمیتی نداره که این صحنه و این افرادی که در اون زمان توی صحنه هستن. شما بین فرد و صحنه و یک شهر دنبال چه موضوعی در عدسی دوربینتون هستید؟ بله، من دنبال این هستم که این صحنه در واقع این کادری که میاد توی دوربین عکاسی و اون افرادی که اون در اون لحظه توی این صحنه هستن یک جوری با هم در واقع برقصن که این جمعاً بشه یک کمپوزیسیون. همون در نقاشی یا در عکاسی اون اهمیت خیلی مهمی رو داره، برای اینکه این کمپوزیسیون هست که در واقع کیفیت عکس رو به وجود میاره. ردیف گذاشتن این عکس‌ها که هر کدوم داستان خودشو داره یک داستان جدیدی رو به وجود آورده. این داستان چیه؟ بله، این داستان همین واقعا این حالت وجود اشخاص و افراد در یک شهر و اون احساسی که در یک منظره و در اون منظره این افراد میتونن داشته باشن در اون زمان و این زمان میدونی همون زمان یعنی قبل از اون زمان این شاید این احساس رو نداشته باشن، بعد از اون زمان هم نداشته باشن. بنابراین همین کوشش من اینه که یک احساس خاصی رو در همون زمانی که این احتمالاً دارن اونو بتونم بگیرم با این دوربینم. این دوتا کار یک سری دوتا کار به اسم یک دیپتیکه که معنیش همین سری دوتا کار و آدم میتونه ببینه که دوتا خانوم، یک خانوم جوان در یک جای بسته در پاریس و یک خانوم جوان در یک جای واز در شهر نیویورک که شهر پر انرژی و پر از جنبش هست در حال رویا داشتنه و ایشون هم همینطور. و خب دیگه اینا هر دوتا در حال رویا داشتن هستن در شهرهای متفاوت و این حالت رویا داشتن به نظر من یه خیلی مهمه تو این زندگی
امروز که بسیار مشکل هست و این رویاست که من خواستم منتقل کنم در این عکس ها. و حالا بعد از کارهای شروین دلایلی، همونطور که در ابتدا گفتم، نوبت به شعر میرسد. اورنگ قلی‌خانی یکی از فعالان ادبی در پاریس هست. جدا از شبهای شعر، این بار در انجمن متعلق به خانم ناهیده انزلیچی حاضر شد، سروده های تازه خودش رو برای حاضرین قرائت کرد. احتیاجی به معرفی بیشتر فکر میکنم نیست، مگر قضاوت خودشون. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un dans la salle qui ne sait pas parler persan ? Ben là, il y en a eu qui est là. Voilà. به درد استخون فکر نمی‌کنه. بعد با درود و سپاس از بازم از خانم ازرچی با تمام زحماتشون که در این چند ساله دفعه دوم اینجا و تشویق می‌کنن ادبیات رو در فرانسه. من خواستم این کتاب جدیدم رو به شما معرفی کنم، فصل خطای بی انتها، لسزون دلین انفینی. دفعه قبل کتاب فصل چهارم هم یه فقط به فارسی بود، این بار در این کتاب نصفیش ترجمه شده است، نصفیش به دو زبان است. ولی شعر جدیدی که می نویسم همیشه دیگه دو زبانه می نویسم اینجوری، چون مغز ما خودم دو زبانه شده بعد از 30 سال 79 ماه تا اومده اینجا، خودش یه عمره. خلاصه امشب دیگه حرف دیگه ندارم به جز خوندن اشعارم، دیگه شعر رو نمیشه اصلا توضیح داد، فقط میشه حسش کرد. چو برگ خزان شناورم در فضا، به پایین به بالا، سبک با در باد سرد قبل از باران، به شهر به غرب دور از یاران، در خیال بدون هیچ آرزو و یقین، بجز رسیدن به زمین و خود شدن زیر پای تو. فرانسش هم بکنم؟ Comme une feuille d'automne, je flotte dans l'espace. En bas, en haut, صدایت صدایت پر کرده سکوتم، صدایت گرمایت گرفته تار و پودم، گرمایت نگاهت کشف کرده راز و وجودم، نگاهت بوسه هایت به آتش میکشند وجدانم، بوسه هایت واژه هایت کر می کنند روزها و لحظه هایم، واژه هایت ناله هایت جادو می کنند خواب آلودگی هایم، ناله هایت وعده هایت شکنجه می دهند ناباوری هایم، وعده هایت سکوتت انعکاس ثبوت و فسادم، سکوتت خواستم بخوانم میان خطها، ولی تنها گم شدم در شب ابهام، کلمات را گرفتم تک به تک، آینده را نوشتم روز به روز، نقطه ای ندیدم برای مکس و انتظار، یک دهان کشیدم از بی عدالتی روزگار، خواستم بخوانم میان خطها، ولی خسته دار شدم برای آخرین حرف.
اینو برای ایران نوشتم مگه که عوض بشه مقداری از شعر احساسی بیاد. ایران یک امید تو را خواهم. یک روز شاید تو را خواهم دید. در آینه زمان از انتهای کهکشان چروکی سرگردان. تو را خواهم دید پر از بچه های شاد و زیبا در خواندن دارا و سارا قصه های خوب برای بچه های دانا. تو را خواهم دید آزاده و سرمست پشت کرده بر گیتی پست با کتاب شعری در دست. تو را خواهم دید برابر دست در دست برادر حامی آزادی خواهر کاشف سربلندی مادر. تو را خواهم دید همه دوست همه هماهنگ سفید سبزه یا هر رنگ شاد کرده رو هر جنگ. شاید بخوانی شاید این شعر خورم فرانسه انجور پتت شو تو بقید